استعمار انگلیس که پاش از هند بیرون کشید یه میراث تلخ به جا گذاشت، روحیه استعماری. همون بلایی که انگلیسی‌ها سر مردم هند آورده بودن سر مردم کشمیر اومد. هندوستانی که گاندی به خاطرش جون خودش از دست داد و ترور شد، افتاد دست همون کسایی که حاضر نبودن هیچ کسی غیر خودشون رو تحمل بکنن. راستگرایان که در آمریکا روی کار آمدند و در اروپا شاخ و شانه کشیدند، در هندوستان هم جان گرفتند و در سایه هژمونی اسلام حراسی توانستند بر رقبای خودشان پیشی بگیرند و برنده انتخابات شوند. حزب بی جی پی که از 2014 قدرت را در هند به دست گرفت، دست لابی های افراطی ضد مسلمان را داخل هند باز گذاشت و دستان صهیونیست ها در خارج از هند را هم به گرمی فشرد. نوبت به کشمیر که رسید، تصمیم گرفت همان خودمختاری روی کاغذ که بارها و بارها زیر پا گذاشته بود را هم لغو کند، به بهانه اینکه می‌خواهد کشمیر هم توسعه بیابد و این خودمختاری مانع توسعه است. اما خط و نشانش را از همان صهیونیست‌ها گرفته بود که اگر می‌خواهی قضیه کشمیر را یکسره کنی، باید هویت اسلامی‌اش را نابود سازی و این کار جز از طریق تملک زمین‌های کشمیری‌ها محقق نمی‌شود. سیاستی که قانون خودمختاری کشمیر مانعی پیش رویش بود و نمی‌گذاشت غیر کشمیری در کشمیر زمین تملک کند. این شد که در شامگاه 14 مرداد 1398 حزب حاکم با لغو خودمختاری کشمیر شرایط ویژه را بر این سرزمین اعمال کرد و اقلن 8 میلیون انسان کشمیری را از آن روز تا به امروز بدون تماس و تلفن و اینترنت رها کرد و در عوض به سربازهای تا بن دندان مسلحش در کشمیر افزود. پاسخ کشمیری ها اما روشن بود: مقاومت. خیابان فرهنگی مجمع الاحرار هستیم، عمود 1404، شهر مقدس کربلا. من توی ادامه گفتگوهایی که در فضای اربعین امسال رقم داشتم میزدم و با موضوع کشمیر با عزیزانی از کشمیر صحبت میکردیم، میخوام الان با یکی از خواهران کشمیری که خب در قم مشغول به تحصیل هستن و فارسی هم خوب میدونن گفتگو بکنم و بپردازم به اتفاقاتی که اخیراً کشمیر شاهدش بوده و شاید توی 2 ماه گذشته اخبار بهش بیشتر پرداخت. خسته نباشید. سلام. زیارتتون قبول، پیاده رویتون هم قبول باشه ان شاء الله. دیگه اینجا آخر مسیر پیاده روی هستش دیگه. بله. یه معرفی کوتاه از خودتون بفرمایید و میخواییم از زبون شما به عنوان یه خواهر کشمیری بشنویم که توی 2 ماه اخیر چه اتفاقاتی در کشمیر داره میفته و چی شده در کشمیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خانم اختروانی هستم، از طلاب کشمیری مقیم در قم. اتفاقاتی که در کشمیر افتاد خب کاملا بی سابقه بود. اولی یعنی مشکلی که ایجاد شد در واقع از اینجا شروع شد که قانون 370 که قانون خودمختاری کشمیر بود، یعنی به این معنا که کشمیر همیشه باید خودمختار بمونه و در حقوق بین الملل تصویب رسیده بود، این رو دولت بی جی پی هند در این موقعیت خاص و ویژه در واقع تو این اوضاع فعلی اومد لغو کرد و این باعث شد بسیاری از مشکلات که کم سابقه حتی بی سابقه بوده و اتفاق افتاد که بیشتر مردم کشمیر رو، از اونجا هم بیشتر خانم ها و بچه ها رو درگیر این مشکلاتش کرد، اتفاق افتاد، غیر قابل تحمل شد، هم برای کسایی که خارج از کشوران مقیم کشورهای دیگه هستن، هم برای خود مردم. خود مردم میگفتن ما اصلا برای خوردن الان چیزی نداریم. عجب. کسی هم نیست که بره کمک های مردمی جمع کنه و بره بیاره برسونه، چون اصلا هند اجازه دخالت به کسی نمیده. چرا اجازه دخالت نمیده؟ در حالی که مثلا کشمیری منطقه خود مختاره، برن تاریخشو بررسی بکنن، خودشون اومدن قبول کردن این خود مختاری رو. الان تو این محرم یه سری از طلاب که خب رفته بودن کشورهاشون، بعد با چه وضعی بندگان خدا برگشتن به خاطر اینکه خب دیگه نتونسته بودن انتخاب واحد بکنن و از اینجور مشکلات،
ازشون میپرسیدیم که خب بالاخره محرم چیکار کرد، میگفتن نگید، ما الان یعنی بغض تو گلوامون گیر کرده، موندیم که واقعا سالهای پیش محرم میکردیم، از اینجا میرفتیم که محرم به زبان خودمون اونجا برگزار بکنیم، ولی امسال از خونه هامون نتونستیم بیرون بیایم. سوای حالا بعضی از روستاها که مثلا خب تو هم منطقه خودشون دور افتادن، ولی تو شهرها اصلا نتونستن مجالس عزاداری برقرار بکنن، دسته های عزاداری اجازه ندادن، هر جا عزاداری میخواستن بکنن گرفتنشون، بازداشتن. خب چرا؟ شما چه مشکلی با مراسم مذهبی دارید؟ خودتون که ادعای حقوق بشر میکنید، خب این که کلن با این که اصلا با کلن ادعایی که شما ها میکنید کلن مخالفه. خیلی متشکرم. امید داریم در این اربعین حسینی که میلیون ها عاشق ابا عبدالله الحسین از سرتاسر دنیا جمع شدن و از سرتاسر دنیا به کربلای حسینی آمدن، صدای مظلومیت مردم کشمیر هم شنیده بشه و ماها همونطور که این خواهرمون الان عملا رسالت زینبی خودشونو دارن انجام میدن، ماها این رسالت زینبی و این علم زینبی رو در ایصال و رساندن پیام مظلومیت مردم کشمیر در عهده داشته باشیم. سیدنا المظلوم سيدنا الغريب سيدنا